بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان ارجمند سلام بر شما، به برنامه ساعت سیاسی خوش آمدید. جمعه شب در حقیقت 20 جنوری بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا سوگند یاد کرد و جانشین باراک اوباما شد. ترامپ در سخنرانی خودش که تفاوت‌های زیادی با رؤسای جمهوری گذشته آمریکا داشت، خیلی به مباحث نپرداخت و در حقیقت خیلی سعی نکرد که سیاست‌های آینده و خط مشی‌های آینده حکومت خودش را بیان بکنه. اشاراتی داشت به مباحث داخلی و خارجی، اما این اشارات بسیار محدود بود. با این وجود در حقیقت میلیون‌ها نفر در بیش از 600 تظاهرات در روز اول ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا و در حقیقت شهرهایی در کشورهای دیگر دست به تظاهرات زدند و در حقیقت اعتراضات و مراتب انتقاد خودشان را نسبت به مواضع و سیاست‌های ترامپ در حقیقت اعلام کردند. این که آمریکا با ترامپ به کدام سمت حرکت خواهد کرد، چه سیاست‌ها و اولویت‌هایی دارد ترامپ در مسیر حکومت و حکومتداری و سیاست ورزی خودش و انتقادها عمدتاً نسبت به چه مواضع و سیاست هایی از ترامپ هست، موضوع بحث برنامه امشب هست که انشالله در خدمت جناب آقای محمد جواد محدثی استاد دانشگاه هستیم و در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کرد. جناب آقای محدثی سلام، خوش آمدید. تشکر. ما عرض ادب و احترام داریم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون، در خدمت هستیم. سلامت باشین. همونطور که اشاره شد، ترامپ در سخنرانی آغازین خودش که در مراسم تحلیف بود به مسائل و موضوعات داخلی و خارجی این کشور آنچنان که باید نپرداخت. واقعا مثلا ما یادمان هست وقتی که باراک اوباما روی کار آمد، سخنرانی اولین سخنرانیش بیشتر از یک ساعت طول کشید و سعی کرد که تمام خط مشی‌ها و سیاست‌های خودش را به قسمی بیان بکند. اما در مورد ترامپ چنین چیزی نبود و بیشتر ما یک سری شعارها، تکرار شعارها را داشتیم و یا کلیگویی هایی بود که ترامپ بار دیگر در این سخنرانی او را تکرار کرد. فکر میکنید که این به معنی سردرگمی آمریکا در سیاست های آیندهش هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما برداشت می است که دقیقا همون چیزی که شما فرمودید، آیه ترامپ در مراسم تحلیف خودش چیز خاصی را برای اینکه دکترین سیاست خارجی و داخلی خودش ترسیم کنه و باید بیان کنه، چنانچه که یک رویه بوده در رؤسای جمهوری قبلی ایالات متحده آمریکا از دوران روزولت و ترومن گرفته تا به اصطلاح اوباما. ولی آیه ترامپ بیشتر روی احساسات و عواطف، چنانچه که در دوران کمپاین خودش حرف میزد و بر این فاکتور تکیه داشت، در بحث تحلیف خودش یا در مراسم تحلیف خودش هم چیز خاصی را برای تبیین سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و دولت خودش و همچنین سیاست‌های داخلی خودش چیز خاصی را بیان نکرد و این خود گواه بر این هست، من برداشتم این هست که چون ایشان واقعا امور رقمی که پیش بینی میشد یک فرد با تجربه و کارکشته سیاسی نیست و بیشتر در حوزه های اقتصادی درست است یک فرد موفق بوده تا حدودی را، و هم در بحث اقتصاد شخصی و بحث ترانزیتی تجارتی که خودش به این مسائل چی است درگیر بوده، اما در حوزه سیاست خارجی آمریکا و همچنین سیاست داخلی آمریکا آقای ترامپ هیچ سابقه و پیشینه ای را نداره و تجربه خاصی را هم نداره و به نظر من این سردرگمی که در ایالات متحده آمریکا و در بحث سیاست خارجی و داخلی ایالات متحده آمریکا در دوران آقای ترامپ شکل گرفته و هنوز خدمت عرض کنیم در بحث‌های حلقه‌های مختلف کاخ ریاست جمهوری که
پنج شش تا بخش داره خود ریاست جمهوری در بله ایالات متحده آمریکا و قوه مجریه، از بحث به اصطلاح دفتر کاخ سفید گرفته تا شورای اقتصادی داره، شورای امنیت داره. تنها در شورای امنیت ایالات متحده آمریکا بیش از 400 نفر اونجا فعالیت داشتن در دوران اوباما و رؤسای جمهوری قبلی ایالات متحده آمریکا، ولی ایشان قطعا با او آدما که مخالف موضع گیری های به اصطلاح ترامپ هستند سازگاری ممکنه نداشته باشه. یعنی او افرادی که در دوران اوباما بوده با توجه به ذهنیت و افکاری که آقای ترامپ داره، اما ایشان چون همینطور هیچ پیشبینی هم نمیشد که آقای ترامپ بیای به قدرت برسه و این برخلاف جو عمومی و فضا و افکار عمومی ایالات متحده آمریکا بود و نظرسنجی ها، یک باره ایشان آمد به اصطلاح برنده انتخابات اعلام شد، یک بخشش به اصطلاح مربوط میشه به اینمی انتظاری که میرفت در ایالات متحده آمریکا که خانم کلینتون برنده انتخابات شوه، ولی ترامپ شد. این آمادگی خاصی وجود نداشت برای که بالاخره ایشان بیا اعضا و افرادی را که برای دولت خودش تعیین میکنه اینا را از پیش تعیین میکنه. و دیگه ای که بالاخره ایشان تجربه خاصی را در حوزه سیاست داخلی و خارجی نداره، از این جهت یک نوع سردرگمی در دولت آقای ترامپ قطعا وجود خواهد داشت. بله آقای مهندسی، بحث این است که خب اشاره شد به انتخاب ترامپ و این که اصلا قابل پیش بینی نبود، واقعیت امر هم این است که آرای هیلاری کلینتون بیشتر از ترامپ بود، اما سیستم و نظام انتخاباتی کالج آمد و ترامپ را در حقیقت پیروز این انتخابات اعلام کرد. اما حالا در انتقادها و تظاهرات هایی که برگزار شده، معترضین به صراحت میگن اکثریت ماییم. اونجا بحث از در سیستم انتخاباتی آمریکا بحث از اکثریت به میان نیست، اونجا تعیین کننده کالج انتخاباتیه، اما اینجا در بین مردم میگن که اکثریت ماییم و اکثریت با ترامپ نیست. بالاخره یک چنین چیزی فکر نمی کنید که یک بحران مشروعیت را برای حکومت ترامپ ایجاد میکنه و آیا فضا میشه مساعد شود برای تغییر نظام انتخاباتی آمریکا؟ من فکر میکنم که اگر آقای ترامپ به خود نیاید و روشنفکران جامعه آمریکا یک تدابیری را برای آینده ایالات متحده آمریکا نیندیشه، قطعا حکومت آقای ترامپ حتی بعد از ای که تشکیل هم شود، یعنی کل اعضای کابینه و وزرا و امثال اینایشان تعیین کنه، دوچار یک چالش بزرگ و عمده و اساسی در درون ایالات متحده آمریکا خواهد شد. چون در آمریکا همه ما و شما می دانیم که افکار عمومی بسیار تاثیرگذار هست و در جوامع دموکراتیک اساسا مبنایشان افکار عمومی و اراده مردم هست و آمریکا و ایالات متحده آمریکا هم که دم از دموکراسی میزنه و دموکراتیک بودن، قطعا بخواه نخواه آقای ترامپ باید توجه خاصی را یا ویژه‌ای را به افکار عمومی ایالات متحده آمریکا معطوف بداره و این تکرویگی هایی که آقای ترامپ او چیزی که از دوران انتخابات هم برمی آمد، یعنی از کمپاین انتخاباتیش و حتی در مراسم تحلیفش هم وقتی صحبتش را آدم گوش می داد، بیشتر یک آدمی مثلا دیکتاتور معابانه یا یک چنین رویشی را ممکنه در حوزه داخلی و خارجی خودش در پیش بگیره و این با افکار عمومی آمریکا همخوانی نداره و قطعا با چالش و به اصطلاح مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. از این جهت من فکر میکنم که باید به اصطلاح روشن فکران ایالات متحده آمریکا و نخبگان سیاسی و فکری ایالات متحده آمریکا راه علاج و چاره را بیندیشه و تقریبا میشه گفت که یک تغییرات را در ساختار انتخاباتی ایالات متحده آمریکا باید به وجود بیاره، چون اکثریت مردم از او طرف در جوامع دموکراتیک بحث از این است که دو شاخص عمده یا دو تا فاکتور در بحث خدمت عرض کنیم شکل گیری ساختار سیاسی باید دخیل باشه یا تاثیرگذاری داشته باشه. یکی مؤسسات افکار سنجی هست که این قطعا
فشارهای بیشتری را بر ترامپ وارد خواهد ساخت و یکم بخش رسانه‌های گروهی یا عمومی هست که هر دوی از این به اصطلاح بخش‌های عمده و اساسی که بر ساختار سیاسی تأثیرات خودش را در ایالات متحده آمریکا می‌گذاره بر علیه ترامپ هست و قطعاً اگر چاره‌ای را نیندیشند یک بحرانی یا یک چالش اساسی فراروی حکومت ترامپ به وجود خواهد آمد و این دیگه او افکار عمومی که معیار قرار داده میشد به او توجه خاص صورت نگرفته و الکترال کالج که آمده آقای ترامپ را برنده ساخته است قطعا با چالش های این حکومتی از ایر قابل پذیرش روبرو خواهد ساخت و این ممکنه برای آینده ای آمریکا به اصطلاح متضرر واقع شد. خب جناب آقای مهندسی، نگاه ترامپ بیشتر معطوف به مسائل داخلی است و همونطور که اشاره شد هم بیشتر به موضوعاتی میپردازه مثل مباحث اقتصادی و سایر موارد، و حالا آنطور که برمیایه مدل حکومتی ترامپ هم برخواسته از همین نوع نگاه خواهد بود. نگرانی های زیادی هم در این رابطه وجود داره، از جمله مباحث مربوط به زنان، مباحث مربوط به رنگین پوستان، اقلیت های نژادی و مذهبی، و همچنین مباحثی مثل مثلا شاخص های قومی و نژادگرایی که حتی گفتن که مثلا ظهور ترامپ میتواند جنبش های راست افراطی در غرب را قوت بده و تقویت بکنه. بله. حالا در با وجود چنین تمایلات و گرایش هایی در ترامپ، خب این گرایش ها در خیلی از موارد در تعارض با ارزش های دموکراتیکه دیگه. آمریکا واقعا به کدام سمت میره و وضعیت آمریکا با ترامپ چگونه خواهد بود؟ من فکر میکنم که اصلا ترامپیسم یک مفکوره جدیدی است که در ایالات متحده آمریکا در حال شکل گیری هست. در حوزه سیاست خارجی هم این حرف‌ها و برداشت‌های خاص خودش را داره، البته با توجه به این که خدمت عرض کنیم وزیر خارجیش را تا حدودی را مشخص کرده، وزیر دفاعش را مشخص کرده، فقط این دو تا وزیر از بین وزرایش در اون مراسم تحلیف و اینا مشخص شده بود. بعد در حوزه سیاست داخلی خودش هم رویکرد خاص خودش را داره که همون ترامپیزم بودن باشه، یعنی اقتصاد را و امنیت را بیشتر بر مباحث دیگر برخلاف رؤسای جمهوری به اصطلاح قبلی آمریکا و هم از درون حزب جمهوری خواهان برای خودش ترامپ داره که بیشتر رویکرد اقتصادی داره و امنیتی، اما او که در دکترین خودش هم تا حدود را اعلام کرد، یعنی عظمت آمریکا و بحث امنیت و اقتصاد را، تروریسم اسلامی و امثال اینا را که مطرح میکنه و مهاجرت، دنبال تقویت یا عظمت خود آمریکایی هاست. اما ای که ای آمریکایی ها یا مردم آمریکا که عظمت مردم آمریکا را حرف میزد و رویش بیش از حد تکیه و توجه داشتند، ای عظمت مردم آمریکا کیا هستند؟ به اصطلاح چی کسانی؟ سیاه پوستان آیا جزء مردم آمریکا نیست؟ آیا خدمت عرض کنیم که زنان جزء مردم آمریکا نیست؟ لذا از این جهت که زیاد توجه و فوکس اصلیشان روی عظمت مردم آمریکاست و قدرت را برگرداندن به مردم آمریکا حرف میزد، ما برداشت این را داریم که این هم در سیاست داخلی خودش و هم در سیاست خارجی خودش بیشتر به فاکتور امنیت و اقتصاد تکیه خواهد کرد و اینمی تکیه بیش از حد به فاکتور اقتصاد و امنیت و همچنین مردم آمریکا را دانستن به مو قشر خاصی که به همسو با سیاست ها و فکر و ایده ترامپ می باشه، مردم آمریکا را خلاصه کردن به مو ایده خاص، لذا از این جهت هم در فضای بین الملل مشکلات را به وجود خواهد آورد و هم در حوزه داخلی آمریکا. و قطعا اعتراضات عدیده ای را در به اصطلاح بیرون از ایالات متحده آمریکا هم با این نوع روی کرده را که ترامپ داره به وجود خواهد آورد و حتی در همون مراسم تحلیف و بعد از او هم در انگلستان و برخی از کشورهای دیگه مخالفت های با روی کار آمدن یا آقای ترامپ ایجاد شده بود یا اعتراضات واکنش ها میپردازیم جناب آقای مهندسی. اما بحث اینجاست که تظاهرات بی سابقه است
حتی خبرگزاری های غربی گفتند که میلیون ها نفر در سراسر جهان و در تجمعات بیش از 600 عدد، یعنی تعداد این تجمعات بیش از 600 عدد بوده و اعتراض کننده ها بسیار زیاد هست در شهرهای مختلف آمریکا و در کشورهای مختلف اروپایی. این چنین اعتراضات در حقیقت تاریخ آمریکا شاید بگیم که کم سابق است، حداقل در طول چند سال اخیر، جز جنبش وال استریت که مثلا یک اعتراضاتی را در حقیقت باعث شد. چنین تظاهرات و چنین گرد همایی ها و چنین تجمعاتی تقریبا بی سابقه بوده در سالهای اخیر. چه چیزی باعث شده که، خب خیلی از کاستی ها قبلا هم وجود داشته، اما حالا چه چیزی باعث شده که این تجمعات به شکل سازمان یافته در حقیقت شکل میگیره و تظاهرات ها بسیار گسترده میشه؟ من فکر میکنم یک گسستی میان به اصطلاح یا یک فاصله میان نوع نگاه آقای ترامپ و بین توده ها یا مردم ایالات متحده آمریکا وجود داره و این گسست و تفاوت دیدگاه بین مردم ایالات متحده آمریکا و همچنین بین دیدگاه های ترامپ باعثی به وجود آمدن اعتراضات یا موج از اعتراضات گردیده است، چون آقای ترامپ با او دیدگاهی که داره و البته برداشتی که میشه از نوع صحبت ها و حرف هایی که ایشان میزنه در سخنرانی های خودش و همچنین در دوران کمپاین انتخاباتی خودش، یک نگرانی را در فضای عمومی جامعه آمریکا چه هست به وجود آورده و حتی در دنیا یک به اصطلاح جو نگران کننده را ایجاد کرده یا به وجود آورده که خودی از این فضای ناامیدی یا نگرانی که از نوع سیاست ها و دیدگاه های ترامپ به اصطلاح ایجاد شده، این خود باعث ایجاد چنین اعتراضات یا موج از اعتراضات در داخل آمریکا و در فضای بیرون از ایالات متحده آمریکا شده است. ممنونم. اما واکنش های زیادی هم به سخنان ترامپ شده، مخصوصا همپیمانان امریکا و نزدیکترین این همپیمانان اروپایی ها واکنش های متعددی داشتند. رهبران کشورهای اروپایی عمدتا این اظهارات را محکوم کردند و در حقیقت غیر قابل قبول و در برخی از موارد هم مرتجعانه گفتند. مثلا رهبران آلمان چنین اظهاراتی داشتند و یا اظهاراتی که قبلا ترزا می نخست وزیر انگلستان داشت در چند روز گذشته. برخلاف رهبران اروپا، رهبران احزاب اروپایی که عمدتا این احزاب احزاب راست هستند استقبال کردند از اظهارات ترامپ و گرایش هایی که ترامپ حالا ارائه میکنه. فکر نمی کنید که ترامپ آغازگر موجی باشه از تقابل مثلا گرایش های میانه روانه حاکم بر اروپا و گرایش های تند رو و راست افراطی اروپایی؟ دقیقا من فکر میکنم که ایشان اون چی که برایندی از صحبت ها و سخنرانی هایش هست و نوع دیدگاه هایی که آقای ترامپ داره بیشتر بحث وقتی میگه عظمت مردم آمریکا، یعنی به اصطلاح یک فاشیستگرایی آمریکایی رو میخواد ترویج کنه و نشنالیزم یا ناسیونالیستگرا هست و این به اصطلاح برای مردم اروپا و به اصطلاح نخبگان سیاسی اتحادیه اروپا خوشایند نیست و خوب تمام نمیشه. به این خاطر اونایی که دم از دموکراسی میزنه و حرف از دموکراتیک، آزادی، برابری، این شعارهایی که نهادینه شده است در به اصطلاح طول تاریخ شکلگیری اتحادیه اروپا که همه مراحل دیکتاتوری بودن و توتالیتریستی رو پشت سر گذاشتن و تجربه کردن، هم مردمشان و هم سیاسیونشان، لذا دیگه به اصطلاح نمیخواین برگشت کنه به او وضعیت های قبلی گذشته یا به اصطلاح توتالیتریستی و استبدادی و نظام های بسته و دنبال نظام های باز و سیستم باز هست که اراده مردم، آزادی مردم، برابری مردم در اونجا تبلور پیدا کنه. لذا ایده از مردم و سیاسیون مخالف
باورهای ترامپ هست، مخالف به اصطلاح حرفهای ترامپ خواهد بود و قطعا ای در تقابل و تضاد قرار خواهد گرفت. ولی یک ایده دیگه هم هست در به اصطلاح جوامع اروپایی که اینا امور راست افراطی که شما بیان فرمودید دنبال این رقم نو سیاست و تطبیق و اعمال ازی در جوامع خودشان هستند، چون منافع خودشان را در این نوع روی کرد و تطبیق چنین به اصطلاح سیاستی در درون جامعه هم میبینن. در خدمت عرض کنیم نظم بین الملل و جامعه بین الملل هم چنین سیاست را تنها راه حل میپنداره. به این خاطر اینا او ایده راست افراطی یا اونایی که ناسیونالیست گرا هستن اینا قطعا همسوش خواهد شد با ترامپ، و او ایده ای که دم از دموکراسی میزدن، آزادی، برابری و تلاش های فراوانی صورت گرفته است بعد از رنسانس و امثال اینا و به اصطلاح معاهده ویستفالیا 1648 که خدمت عرض کنیم دولت ملت را مطرح کردن دوست. یعنی که هم ملت باشه و هم دولت. لذا این نوع روی کرده را که ترامپ داره ایره با او مفکوره همخوان و همسو چون نمیپندارن، به این خاطر مخالفت های خودشان را با نوع گفتارها و ابراز نظرهای ترامپ اعلام کردن. خب با این وجود تحلیلگران اروپایی عمدتاً معتقدند که در حقیقت نوع نگاه و سیاست های ترامپ موجب تفرقه و شقاق بیشتر در اروپا بین اروپایی ها میشد، کما اینکه خب حال از همین الان ما تقابلش میبینیم، و این امر نه تنها موجب تفرقه بین اروپایی ها بلکه موجب تضعیف مثلا اتحادیه اروپا، حتی فروپاشیش، و یا تضعیف هرچه بیشتر ناتو میشه به عنوان یک سازمان امنیتی غربی. آیا ترامپ یا سیاست های ترامپ ممد مثلا انحلال اتحادیه اروپا و یا تضعیف ناتو خواهد بود؟ به چه دلایلی؟ من فکر میکنم قطعا آقای ترامپ یعنی برداشت ما از مفکوره آقای ترامپ اگر درست باشه این هست که نه تعامل آمریکا با ناتو قابل پذیرش هست برای ترامپ و نه با اتحادیه اروپا و حتی سازمان ملل متحد را هم ما برداشت می ای است که ایشان ممکن است خواستار از این باشه که یک سری تغییر و تحولات درش باید ایجاد شود و قطعا البته که کشورهای به اصطلاح اروپایی و عضو ناتو اینا نیازمند به آمریکا و همسویی با آمریکا را داره، ولی آمریکا در دوران ترامپ چون هم در بحث نظامی ما باید بپذیریم که یک قدرتی برجسته و انحصاری را آمریکا در اختیار خودش داره در حوزه اقتصاد هم و در حوزه نظامی هم، در این دو تا مقوله خدمت عرض کنیم یک قدرت منحصر به فرد خاص خودش را داره آمریکایی ها و ترامپ به نظر من از این گزینه ها ممکن است استفاده خواهد کرد و خواستار تغییرات هم در به اصطلاح روند سیاست خارجی آمریکا با ناتو خواهد شد و هم با به اصطلاح اتحادیه اروپا و قطعا دنبال بدیلی هست برای که چی نسخه را برای سیاست خارجی آمریکا و نوع تعامل آمریکا با ترامپ با چی با اتحادیه اروپا و ناتو ایرا تجویز کنه آقای ترامپ، ایرا دیگه باید به اصطلاح منتظرش ماند که چی روی کرد و چی نوع به اصطلاح سیاست را در پیش میگیره. ولی او چیزی که از حرفایشان استنباط میشه این هست که خواستار تغییراتی در نوع سیاست خارجی آمریکا با کشورهای اروپایی هست و همچنین به اصطلاح ماندن با کشورهای عضو ناتو و یا خروج از عضویت ناتو، حداقل ناتو را هم اگر با آمریکا یعنی آمریکا با ناتو باشه، ناتوی اینچنینی یعنی موجود را با این ناتوی موجود یا بالفعل خیلی سیاستش همخوانی نداره و خواستار تغییراتی در ناتو هم خواهد بود. خب حالا به نظر خب در عرصه امنیتی و نظامی ترامپ یکی از منتقدین این بوده که امریکا نیرو فرستاده جاهای دیگه مثلا و نیروی نظامی خودش را و هزینه های سرسام‌آوری مثلا داشته این کار. خب اگر ما خط مشی
یا اظهارات ترامپ را سیاست ساز بدانیم و امریکا را دنبال رو این سیاست ها، در آینده باید شاهد این باشیم که امریکا از هزینه های نظامی خودش بکاهه و حضور نظامی خودش در جهان را کاهش بده. چنین چیزی طبیعتا هژمونی امریکا در جهان را کمتر میکنه، ازش میکاهد تا حد خیلی زیادی. آیا چنین خواهد شد؟ ما فکر میکنم ترامپ درست است که بیشتر عظمت مردم آمریکا را شعار داد و دکترین خودش را بر اساس عظمت مردم آمریکا و مخالفت با مهاجرت و امثال اینا به اصطلاح بیان داشت، ولی یک چیزی دیگه ای هم که ما از دوران کمپاینشان او را شاهدش بودیم همسویی آمریکا با روسیه هست. ما فکر میکنم یعنی ترامپ خدمتتون عرض کنیم یک سری به اصطلاح مفکوره یا تفکر یا نوع اندیشه و ایده را در سر خودش داره. او میخواد به جای بحث نظامیگری و به اصطلاح راهبرد موفقیت آمریکا و هژمونی آمریکا را از طریق به اصطلاح ابزار نظامی کاهش بده و به جای از این ابزار نظامی که بتونه منافع ملی آمریکا و قدرت ملی آمریکا را گسترش بده که همون نئو لیبرالیسم یا و تا حدودی را، البته نئو لیبرالیسم هم تا حدودی را میتونه مطرح بسازیم، بیشتر نئو ریالیستی هم در گذشته ها در جامعه آمریکا حاکم بوده، نوع نگاه نئو ریالیست گرایانه. ایشان میخواد از باب تعامل و همسویی با روسیه بیای یک نوع همگرایی را در سطح نظام و ملل به اصطلاح ترویج کنه. اینالی بحث این میمانه که آیا ترامپ با او ایده و مفکوره‌ای که خودش داره و او شعارهایی را که در رابطه با عظمت مردم آمریکا، آمریکا باید برای مردم آمریکا باشه و عظمت مردم آمریکا باید در جهان حفظ شوه و قدرت آمریکا باید در جهان حفظ شوه، آیا با روی کر ای مفکوره و ای اندیشه‌ای که آیترام با توجه به او صحبت‌ها و شعارهایی که داده، ای با تعامل با روسیه آیا قابل جمع هست یا قابل جمع نیست؟ ممکنه در برخی از موارد مثلا در خود خاورمیانه ممکنه این منجر به تقابل دو تا قدرت بزرگ شوه، لذا ایر موفق نشوه آقای ترامپ بیاید از باب تعامل با روسیه بیاید منافع و قدرت ملی آمریکا را به دست بیاره. آقای مهندسی بخوایم سوال این رو خیلی مطرح بکنیم که بالاخره حالا با وجود این تفصیلات ما شاهد کاهش هزینه های نظامی آمریکا خواهیم بود یا نه؟ من فکر میکنم که در بود نظامی احتمالا هزینه ها را کاهش بده و توجهی که چون تمرکزش بیشتر در حوزه سیاست داخلی است، این در حوزه اقتصاد و به اصطلاح منافع داخلی آمریکا است و مردم آمریکا، از این جهت خیلی دنبالی از این نیست که بیای مثلا نیروی آمریکایی را یا به اصطلاح نظامیان آمریکایی را در کشورهای دیگر و بحث نظامیگری را تعقیب و دنبال. با این وجود در سخنرانی مراسم تحلیف گفت که همه، یعنی تروریسم را در همه جهان سرکوب خواهد کرد. خب این البته یک شعار بیشتر تلقی شد و تو خالی، اما بالاخره مبحث تروریسم همواره یکی از شعارهای اساسی رهبران غربی بوده. در یکی دو سال اخیر ما شاهد این هستیم که امریکا از او فعلیت گذشته افتاده عملا عرصه را واگذار کرده به روسیه، مثلا در بخش سوریه. بالاخره ترامپ در قبال مبارزه با تروریسم چه کار خواهد کرد با گفته ای که داشته در این رابطه و سرنوشت جنگ هایی مثل عراق و سوریه چه خواهد شد؟ عرض مهمی است که آقای ترامپ دیگه نمیخواد هژمونی بودن آمریکا را از طریق تکروی های آمریکا تعقیب کنه، یعنی هژمونی آمریکا را در تعامل با روسیه ایشان قابل تفسیر میدانه و قابل به اصطلاح تحلیل میدانه. به این خاطر اگر بحث از مبارزه با تروریسم حرف میزنه یا بحثش مطرح میکنه، دیگه ایره نمیگه که تنها به اصطلاح آیا آمریکا
هزینه مبارزه با تروریسم را پرداخت کنه، یا در ای که بالاخره به اصطلاح با کشورهای دیگر همسو شود در مبارزه با تروریسم. که ما برداشت می ای هست که به اصطلاح آمریکا میخواهد با روسیه نزدیکتر شود در امر مبارزه با تروریسم، و این هزینه های نظامی و جنگی را تنها به دوش آمریکایی ها نیندازه، بلکه روسیه و کشورهای دیگر هم درگیر بسازه با مبارزه با تروریسم، و از این دریچه بیه منافع آمریکا را و قدرت ملی آمریکا را هم در جهان گسترش بده، ولی هزینه های نظامی و جنگی را تنها به دوش آمریکایی ها نیندازه. این بس. خب مباحث لطفا اگر اعلام کنن که ما چقدر فرصت داریم. میریم به افغانستان. پیشبینی ها در رابطه با وضعیت افغانستان یا رویکرد امریکا به افغانستان بعد از ترامپ، یعنی با روی کار آمدن ترامپ، همگی بیشتر گرایش این بود که ممکنه حضور نظامی امریکا در افغانستان بیشتر شود و به اصطلاح جنگ در افغانستان، عملیات های خارجی در افغانستان بیشتر شود. چنین تحلیلی بیشتر مبتنی بود بر گرایش های گذشته و سنتی جمهوری خواهان. اما حالا با روی کار آمدن ترامپ، وضعیت افغانستان و روی کرده وی به افغانستان چه خواهد بود؟ در رابطه با اینکه در افغانستان آقای ترامپ چی نوع سیاست را در پیش خواهد گرفت، ما به نظر ما آقای ترامپ هم در مسائل افغانستان و تحولات افغانستان با یک مشکلی مواجه هست و هم یک فرصتی را برخوردار هست که باید از او فرصت استفاده بهینه را به اصطلاح داشته باشه. اگر ترامپ بیاید از طریق همون نوع دیدگاهی را که در رابطه با جهان و نظم بین الملل و نظام بین الملل او دیدگاه را تا حدودی را میشه گفت که داره و برخوردار هست، و اگر از او دریچه بیاید استفاده کنه که با این کشورهایی که در همجواری افغانستان قرار داره، چنانچه که در دوران به اصطلاح کوباندن امارات اسلامی یا طالبان، آمریکا در دوران بوش هم یک جمهوری خواه بود که خدمت عرض کنیم جنگ را در افغانستان آغاز کرد، اگر به اصطلاح ولی آی بوش آمد یک نظم منطقه‌ای و از طریق همگرایی منطقه‌ای، یعنی کشورهای به اصطلاح منطقه افغانستان را با خود همسو ساخت، حتی ایران را هم تا حدودی را با خود هم نوا ساخت در کوباندن یا در زدن طالبان یا حکومت طالبانیستی. اگر چنین روی کرده را در پیش بگیره، یعنی با کشورهایی که همجوار و همسایگان افغانستان هست سیاست‌های آمریکا را همسو بسازه، این یک فرصتی است که می‌تواند استفاده کنه و دیگه هزینه هایی را هم بر دوش آمریکا نخواهد گذاشت. و از یک طرف دیگر اگر نه بیایه مثلا امو شعارهایی را که آلا میته که فقط عظمت مردم آمریکا و امثالینا، اینجا هست که افغانستان را هم قطعا ممکن است نیروهای خودش خارج بسازه و او عملکرد آمریکا را در گذشته هم زیر سوال خواهد برد. یعنی ای که تمام او ایده ها و باورهایی را که آمریکایی ها در دوران اوباما و حتی در دوران بوش او را به اصطلاح در سر می پروراندند، او باورها دیگه فراموش خواهد شد و قربانی خواهد شد و از بین خواهد رفت و حتی هژمونی بودن آمریکا هم زیر سوال خواهد رفت. بله. متشکرم از حضور شما در برنامه ساعت سیاسی. قربان شما. بینندگان ارجمند از همراهی شما عزیزان هم متشکرم.